مدیریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات بیش از 120 تن مواد مخدر مختلف را حریق کرد. مسئولان این مدیریت میگویند در جریان 5 ماه اخیر این مواد از شهر و ولسوالی‌های هرات جمع‌آوری شده است و نزدیک به 500 تن در پیوند به فروش و تولید مواد مخدر بازداشت شدند. در همین حال مقام‌های اداره محلی هرات میگویند کشت و تولید مواد مخدر در کشور ممنوع بوده و با فروشنده و تولیدکننده این مواد برخورد جدی صورت می‌گیرد. موترهای مملو از مواد اولیه برای ساخت کریستال و شیشه و همچنان مقدار زیاد از مشروبات الکلی هستند که قرار است حریق گردند. مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات میگویند در طی 5 ماه اخیر 120 تن مواد مخدر مختلف از شهر و ولسوالی های هرات کشف و ضبط گردیده است. آنان میافزایند تا اکنون نزدیک به 50 کارخانه تولید شیشه از بین برده شده است. دیگه هغه مواد اولیه چې د شیشه جن جوړیږي چې هغه عمان یا یما ورته وای او دغه رقم شراب پکښ کې دي او په دې کې هغه مواد چې هغه د شیشې سره ګډیږي دا مواد په دې کې ستاسو چې د شراب لا تر اوسه پرې لا هم یو موټر نور هم را روان دي هغه هم راځي چې زمور سره بیا د مخدره مواد بیا د جامد مخدره مواد چرس او تریاک او شیشه او هیروئین دا ټول چې د پاکستان اسلامي امارات منسوبینو چې خصوصا که هغه د مدیریت مبارزه لري مواد مخدر دی. در همین حال مقامات اداره محلی هرات میگویند نیروهای امنیتی علاوه بر تامین امنیت تلاش میکنند تا از تولید و فروش مواد مخدر در این ولایت جلوگیری کنند. آنان میافزایند با فروشندگان و تولید کنندگان مواد مخدر برخورد قاطعانه صورت میگیرد. اداره محلی ولایت هرات با کسانی که در این خصوص عمل کرد دارند یا کشت میکنند یا کارخانه دارند و یا مخفیگاهی به خاطر ساخت و تولید مواد مخدر دارند با آنها برخورد قانونی و آنها را به پنجه قانون میسپارند. مواد مخدر از هر نوعی که هست از مو ابتدا جدی بوده، همالکم جدیه، محاکمم روی ازی بسیار جدی کار میکنه و زیادم روی ازی تاکید شده و محاکمم انشالله تصمیم جدی داره. به هیچ وجه از وجود امکان ازیر نداره که برای ازی مردم مراعات بشه. با این همه برخی از باشندگان هرات از مبارزه با فروش و تولید مواد مخدر استقبال کرده میگویند مسئولان امارت اسلامی باید معتادین را جمع‌آوری و تداوی نمایند. فقط ما از امارت اسلامی، از حکومت اسلامی را میخواهیم که فقط خیلی در این امر جدی بگیرند در باره جمع‌آوری مواد مخدر و شراب و وسایل که اشیایی که مردم را خراب میکنه و جلوگیری کنند و از معتادین را جمع‌آوری کنند تا اینکه تعداد معتادین بیشتر نشود. گفتنی است که در سالهای قبل مواد مخدر در ولایت هرات به گونه راحت خرید و فروش می‌گردید و این سبب شده است که حالا در این ولایت هزاران معتاد خیابانی وجود داشته باشد.